خوشبختانه ارتباطمون برقرار هست با مادر ابراهیم پور، از مادران ارجمند ما، مادران شهدای مجاهد خلق. خوشحالیم که در تماس با برنامه همیاری هستید. مادر خدمتون سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه همیاری. قربون شما برم. منم سلام میکنم خدمت شما دختر عزیزم، سلام میکنم به بهادر شریف عزیزم. سلام بر شما. سلام بر شما مادر. قربان شما. من چقدر خوش شانس بودم مادر ابراهیم پور. قربان شما برم. قربان شما برم. سلام میکنم به اشرفی و عزیزم. سلام میکنم به مسعود مریم عزیزم. انشالله که همیشه سالم و سرحال باشن. سلام میکنم به کانون شورشی که این رژیم واقعا به لرزه در آوردن. درود بر شما کانون شورشی. درود بر شما. من به تک تک شما افتخار میکنم عزیزانم. چنان لرزه به اندام این رژیم انداختی که خامنه‌ای آمده از ترسش داره هدیان میگه، داره به هدیان گودی افتاده. بعد وقتی بیچاره تو گفتی مجاهدین تمام شدن که تمام ملت ایران همه مجاهد هستن. درود بر شما فرزندان عزیز ایران. فرزندان من تمام شورشیان همه فرزندان من هستن. قربونشان برم. این شورا همیشه پایدار باشی. چنان لرزه به اندام دیجی من دختی از خامیدو تا آشخاله ایدم به دستش همه به لرزه افتادن. اینشالله که هرچه زودتر قانون ادامه داشته باشه، قانون شورش ادامه داشته باشه. سلام میکنم به مادره شهدا، سلام میکنم به روح ارواح شهدای به خون کوفته، سلام میکنم به زخمی های که شب روز دارم براشون دعا میکنم که خدا هر جز زودتر زخمی ها ماره شفا بده انشالله. ای مادر شهدا، شما مثل کو باید باشین، نزن خونه فرزندانتان پای مال بشه. عزیزانم منم مادر شهیدم، من هم چیزی شما هستم. من مادر شهیدم. الان قلبم ناراحت، نمیتونم خوب حرف بزنم. شما نباید بزنم خون شهدا پای مال بشه. شما باید پشتوان بچه ها باشین، همه جمع بشین، برین مراسم بگیرین برای شهدا، بیمارستان ها بدین، برین از مجروحین دیدن بکنین، به خانواده شهدا برسین، رسیدگی کنین. از مادر شهدا چه قتل عامه 30,000 شهید سال 67 که قبلا، چه شهدای قبل، مادرای شهدا قبلا، چه مادرای شهدای جدید، همه با هم برنامه داشته باشین، مراسم بگیرین برای شهدا، بینید دفع زندان ها تظاهرات کنین، این رژیم به پا رژیم به سطور در بیارین تا زندانی هم از دست این رژیم آزاد بشن. من به شما درود میفرستم. من شب روز دعاگوی شما هستم. من اگر اینجا هستم صدای مظلومیت ملت ایران دارم به گوش جهانیان میرسانم. نگران نباشید، فکر نکنید که ما آمدیم اینجا برای زندگی. نه والا، ما آمدیم که صدای شما به جناب جهانی ها برسانیم. نظرم این مماشاتگرا مماشات کنن با این رژیم ضد بشر. این رژیم دیگه تا حالا به ما بگم تروریست، ولی حالا خودش خدا رو شروع که خودش رئیس تروریست هسته، رئیس داعش هسته، رئیس تروریست هسته. دیگه برای هم آبرو رفت. ای خامنه‌ای بی همه چی، ای خامنه‌ای بی همه چی. انشالله که به دست ملت بیفتی. آخ اگر به دست ملت بیفتی، تیکه گوش تیکت بزرگ گوشت هسته، مردم تیکه تیکت میکنن. انشالله میرسه گونزه. این دفعه دیگه بچه های شورشی دستگالی نخوان آمد، با سلام میان که پدرش مرده. همچون که پسر بزرگم مسعود عزیزم گفت جواب موش با موش، جواب سلا با سلا، این دفعه با صدا میان که دودمان شما از ایران بچینن. انشاءالله با امید خدا، انشاءالله که همیشه پایدار و محکم و استوار باشین. افتخار میکنم به تک تک فرزندان ایران زمین که اینطور رژیم لرزه به جون این رژیم انداختم. مادر شما همیشه از همیاران سیمای آزادی بودین، به طور ثابت پشتیبان ما بودین، این بار هم که در همیاری با سیمای آزادی شرکت کردین و از کمکتون خیلی خیلی سپاسگزاریم.
آیا پای خط هستن؟ متاسفانه قطع شد. در هر حال درود بر شما مادر ابراهیم پور. شما صحبت از این کردین که مادرها مثل کوه بایستن، یعنی مثل خود شما، چرا که شما در مقاومت مردم ایران سمبول و شاخصی هستین در بین مادران مجاهد که فرزندان شهید خودش رو با قهرمانی و صلابت بدرقه کرد. کوه‌ها جنبیدند و مادر ابراهیم پور از جای خود نجنبید. به همین دلیل تردیدی ندارم کلمات شما که پشتش یک اراده استوار و یک آزمایش سهمگین که شما با سرافرازی گذروندین خوابیده، چون از دلتون برمیخیزه، در دل مادران شهدا، در دل کانونهای شورشی، اونها افتخار میکنند که شما اونها رو فرزند خودتون اسم بردید. من از طرف اون کانونهای شورشی از شما سپاسگزارم که این افتخار رو میدین که اونها رو فرزندان خودتون میدونین. البته به نظر من به واقع هم اونهاش فرزندان شما هستن. اگه اونها فرزند شما نیستن، فرزند چه کسی هستند؟ من مطمئنم مادران این اعضای کانون شورشی هم سرافراز و سپاسگزارند که چنین مادر معنوی و ایدئولوژیکی برای فرزندانشون وجود داشته باشه که دعای خیرش بدرقه راه فرزندان اونهاست. درود بر شما و من بسیار بسیار سرافرازم که در برنامه شرکت کردم که شما به اون زنگ زدید و من مطمئنم که شما در آنجا که هستید جز رساندن پیام شهدا و زندگان و اونها که نبرد میکنن کاری و وظیفه‌ای انجام نمیدید و من از نزدیک شاهد بودم. خداوند شما رو انشاءالله سلامت حفظ بکنه و من دست شما رو میبوسم به خاطر همه زحماتی که تحمل میکنید و میکشید و من میدونم که شما لحظه‌ای در این مسیر قرار و آرام ندارید. انشاءالله که خلق قهرمان ایران یک روز بتونن شما رو از نزدیک ببینن و گل به پاتون بریزن. انشاءالله موفق باشید. درود بر مادر ابراهیم پور.